هنوز عکسش رو در ماه میدیدند و نه مثل امروز بعد از 120 هزار شهید در چاه. شرکت کردیم با انبوهی تقلبات و تخلفات که همون موقع کسانی که موضع‌گیری‌ها و نشریات مجاهدین یادشون باشه به خوبی میدونند، چون نمیخواست که حتی یک نفر از نیروی مترقی و انقلابی نظیر مجاهدین واردش بشه و نگذاشت. یک تعداد اندکی رو دستچین کرد برای خبرگانی که باید تدوین بکنه قانون اساسی رو. خب این اولین و مهمترین نقض عهد خمینی بود، اولین خیانتی که به امید و اعتماد توده مردم کرد. کسی هم که اون مجلس رو اداره میکرد، الان هم فیلم هاش رو تلویزیون رژیم میگذاره، بهشتی بود، بهشتی معلوم الحال، و مشخص بود که اینها میخواند خط ولایت فقیه، حاکمیت آخوند رو توش پیش ببرند. از اونجایی که کاندید مورد توافق برای همه مردم مرحوم پدر طالقانی بود به عنوان نماینده اول تهران، عکساش در همون زمان هست که به عنوان اعتراض یا ایشون به جلسه نمی رفت و یا اون عکس بسیار مشهوری که روی صندلی نمی نشست به عنوان اعتراض، عصا و گیوه های پدر در کنارش و روی زمین نشسته و بارها می گفت که پس این شوراها چه شد؟ چرا نکردن؟ میدونم که چرا نکردن. و حقیقتاً خیلی خمینی از اون درگذشت نابهنگام پدر طالقانی که از این پیشتر ما اون رو کاندید ریاست جمهوری کرده بودیم، از این درگذشت نابهنگام خمینی خیلی استقبال کرد. تاییدش رو میگم، خیلی روشنه. در هر حال در اون خبرگان اول عاری از حضور عنصر میهنی ملی انقلابی و مترقی با سر و صدای خیلی زیاد با فشار چماقدارها، خمینی آش مطلوب خودش رو پخت تحت عنوان ولایت فقیه، یعنی حاکمیت از آن آخوند است، اون هم آخوند نوع خمینی. در همون زمان ما بسیار گفتیم مثلا سرمقاله های اون ایام نشریه مجاهد که آقا چه کسی گفته ولایت فقیه اگر منظورتون با استنادات اسلامی و قرآنی است که این است که شما میگید، چه کسی گفته که معناش، چون اینکه استناداتی می آوردن، معناش یعنی حاکمیت آخوند. اسلام و قرآن که بیش از همه و قبل از همه پشت حاکمیت مردم و ارزش‌های مردمی و انسانی است. به همین دلیل بود که رفراندومی رو که در مورد قانون اساسی ولایت فقیه خمینی انجام داد در آذر ماه سال 58 بعد از اون شعبده بازی گروگانگیری که این را مقدمه ساخت براش که تو چنین فضایی این رو از تصویب مردم بگذرونه، این رو ما تحریم کردیم چون بر ضد ملت ایران، قصب حق حاکمیت ملت ایران و همچنین بر ضد اسلام مردمی، اسلام مردمگرا و اسلام انقلابی بود.
اسلام این که حافظ حقوق اقشار مختلف مردم هست و نه ناقض اون، در حالی که خمینی اومده رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو به سرقت برده، مردم بهش اعتماد کردند، حالا مدعی است که حاکمیت آخوند ولی فقیه، و این هم حرف اسلام است که میخواد خودش رو نماینده خدا در روی زمین، خودش رو جانشین پیامبر و ائمه اطهار، بالفعل نایب امام زمان، دجالانه قالب بکنه و جلوه بده. خب از اونجایی که این اندیشه خلص ارتجاعی که خمینی حامل اون بود، برای کسانی که میفهمیدند و آگاهی داشتند چیز شگفت‌انگیزی بود، نامتصور مینمود که آخه یک انقلاب ضد سلطنتی با اون ابعاد، میلیون میلیون مردم شبانه روز توی خیابون‌ها، مرگ بر شاه، و اینکه آزادی میخوان علیه استبداد قیام و انقلاب کردند، این رو یک کسی بیاد بگه ماحصلش عبارت است از حاکمیت آخوند و ولایت فقیه، و اون وقت استناداتی که در فرهنگ تشیع انقلابی همه میدونن، این استنادات راجع به ولی امر رو اینطور حرفا مربوط است به ستمکارترین خلفا، مربوط است به قتله ائمه اطهار که چنین استناداتی میکردند به قرآن یا حدیث یا روایت و این تفسیر از اولی الامر رو، همچنان که شاه میکرد، شاه سایه خداست، براش حدیث و روایت هم ساخته بودند، همیشه حکام جبار این کارو کردند، و اصلا امتیاز فرهنگ تشیع انقلابی اعتراض بوده است به همین دجالگری ها تحت نام اسلام. در هر حال خمینی برای به کرسی نشوندن حاکمیت خودش، چون که بعداً در سال 65 و 66 تصریح کرد سلطنت مطلقه فقیه، روی کلمه سلطنت عمد داشت، تأکید داشت، عجبا مردم اومدن نظام سلطنتی و شاه رو تومارش رو در هم پیچیدن که این بیاید بگوید سلطنت مطلقه فقیه، و همه اینایی که امروز توی دعواهای درونی رژیم مثل همین آخوند خاتمی و این داره دسته های دیگه، همه اینهایی که امروز مدعی هستند به قانون گرایی و جامعه مدنی و بعضن دم از آزادی هم میزنند، شگفتا که اون روز قدم به قدم با خمینی در سرکوب آزادی همدست، همراه، همدم، همزبون بودند، یکیشون بلند نشد که آقا این مجاهدین رو چرا این همه چماق میزنید، به خاطر اینکه گفتند تحریم قانون اساسی ولی فقیه، یکیشون بلند نشد در اون زمان بگه که آقا سلطنت مطلقه فقیه چه مزخرفی است که تو میگی، این ضد اسلامه، این چیزی که تو میگی ضد قرآنه، ضد ایران و ایرانی است و ضد انسانیته، اینم محصولش 20 سال حاکمیت آخوندها، تماما نکبت، تماما جنایت، تماما شرارت، شقاوت و رذالت. خب حالا